مهمان ویژه ما در این بحث زینب حسینی ورشکار با ما هستند. خانم حسینی سلام بر شما، تشکر از دورتان، خوش آمدین به تلویزیون. امروز در آغاز در مورد جایزه که از توسط سفیران فرانسه و آلمان نمونم به عنوان زن شجاع که به شما اهدا شد در موردش بیشتر بگوین. سلام عرض میکنم. جایزه‌ای که از طرف سفارت فرانسه و جرمنی به دست آوردم تا یک داوری که در بین 10 کاندید از تمام افغانستان صورت گرفته بود، با دفاعی که از طرف دو تا داور صورت گرفته بود تانستم این جایزه را به دست بیارم و این مسابقه سالانه از طرف سفارت فرانسه و جرمنی برگزار میشه و هر ساله یک موضوع خاصی را داره. ما امسال این موضوع را برای ورزش گذاشته بودند و خوشبختانه تانستم که این جایزه را به دست بیارم. حالا در مورد رشته که شما ورزشکارش هستین، اما ماراتون گفته می شود، چندین نخابت بیرون از افغانستان هم در این زمینه اشتراک کرده بودین، در این زمینه وضعیت بودین؟ ماراتون دویش مسافت های بسیار طولانی است که ماراتون 42 کیلومتر در بر می گیره و فوق ماراتون 250 کیلومتر. یک مسابقه با کشور چین داشتم که اولین مسابقه ما بود. 250 کیلومتر در طی 5 روز تانستیم ما و یک دختر خانم دیگه از افغانستان به نام نیلوفر سروش که به تیم ما بود، یعنی امرای ما بودن، تانستیم به عنوان اولین تیم افغانستان در این مسابقات شرکت بکنیم. و دومین مسابقه ما به کابل بود که او یک ماراتون غیر رسمی بود، 42 کیلومتر و از طرف یک مؤسسه خصوصی برگزار شده بود و تعداد زیادی از آقایان و خانم‌ها شرکت کرده بودند که بنا به مسائل امنیتی تقریبا نیمه او را تمام کرد. حالا خانم حسینی، این ورزش بیشتر در کدام کشورها زیادتر رایج است و بیشتر علاقمندانش است؟ علاقمندان فوق ماراتون و ماراتون در سر و سر جهان هستند. قسمی که این ورزش یک از مشکل ترین ورزش ها است و هر کسی آمادگی او را نداره و تمرینات بسیار زیادی ضرورت است. مناطقی را در نظر میگیرند، کشورهایی را در نظر میگیرند که از نظر آب و هوایی مناسب باشه. یعنی فوق ماراتون یک قسم مسابقه مبارزه است، مبارزه با خود انسان، نه با کسی دیگه. در او میدان هیچ حریفی بجز خود انسان وجود نداره. حالا این ورزش در افغانستان چگونه است؟ چه زمان در افغانستان به گونه رایج شده و با چی تعداد ورزشکاران هم داره؟ ما هیچ اطلاعی ندارم که آیا ماراتون قبل از اینکه ما شروع بکنیم، یعنی تیم ما که تیم ما به نام تیم آسمایی است و ما در سال 2015 شروع کردیم این ورزشه، من نمیفهم که قبل از ما یا کسی به این مسابقات شرکت کرده بوده یا نه، ولی فکر میکنم که ما اولین کسایی بودیم که با مسابقه فوق ماراتون از افغانستان شرکت کرد. حالا به این که ورزشکار ماراتون هستین و که ورزش بگونی خیلی دشوار هم از شما در موردش گفتین، در افغانستان چگونه میبینین؟ حالا با توجه به تیمی که شما اشاره کردین که شما مزبیتش دارین و سایر ورزشکاران دیگر هم با شما هست، چگونه میبینین؟ یعنی در کل ماراتون با چی استقبال در افغانستان روبرو شده؟ خب این ورزش فکر میکنم کاملا نو است، حتی بعضی از مردم نمیفهمند که ماراتون یا فوق ماراتون چی ورزشی است. استقبال چون ما در اول راه هستیم استقبالی صورت نگرفته، ولی خوشبختانه دمی جایزه که ما به دست آوردم برای اولین بار رئیس عمومی تربیت بدنی آقای همایون خیری بسیار استقبال کردن از ما و وعده همکاری ها را به ما دادن، ولی اولین تجربه ای که ما داشتیم با اینکه ما با مدال های ما برگشتیم به افغانستان از کشور چین، این مسابقه در بین 164 کشور برگزار شده بود و ما تانستیم که در بین تیم ها مقام دوم بگیریم، هیچ استقبال نشد و ما و نیلوفر آمدیم، هیچ استقبالی. یعنی میگن بگونی بی توجه بودن نسبت به دستاورد که شما داشتین. بله. با توجه به این بحث را که شما شرک کردین، این مشکلات را که گفتین و بگونی هم بی توجهی را که شرک کردین، در کل فضا در افغانستان به زنان ورزشکار چگونه میبینین؟ خب ورزش افغانستان دچار مشکل است به صورت عمومی. ای که ما او را جدا بکنیم، بگیم ورزش خانم ها،
ای بسیار یک بحث کلان است. ورزش خانم ها دوچار مشکلات بسیار زیادی است که اگر واردش شویم بسیار جزئیات زیادی داره. حالا با این همه عمل کرده که شما دارین، یعنی اشتراکه که میکنین، بگونی علاقه که دارین و این رشته را پیش میبرین، به سایر بانوان دیگر چه پیام دارین؟ پیام ما همیشه با بانوانی که میخواین درس ورزش بیان، نه تنها با این ورزش، با هر ورزشی که باشه، یه از که اولین قدمی که میمانن سخت‌ترین قدم است. و وقتی که قدم اول ماندن، مطمئن باشن که قدم های بعدی خودش حتما به پیش میره. با این همه چی خواست دارین از حکومت؟ یعنی کارهایی که حداقل میتونه در شرایط فعلی برتون انجام بده تا اینکه بگونی فضا مناسب شوه و برتون باز شوه و حداقل دست باز داشته باشین و سهولت هایی که بگونی باید بهش دسترسی داشته باشین بهش برسین چی است؟ خواست ما از حکومت ای است که اول از همه تشویق ورزشکارا، خصوصا ورزشکارای خانم، کسایی که مثل ما و تیم ما مشکل ترین ورزش جهان انتخاب کردن، اولین چیزی که ضرورت داریم تشویق است. و ای که وقتی یک خانم یک جایزه را به دست میاره، به جای از ای که اعتراض کنن به او را تشویق بکنن و امکاناتی را در اختیار ما و اختیار دیگر بانوان قرار بدن که فامیل ها هم تشویق شوند. وقتی که فامیل ها میبینن که حکومت هیچ تشویقی نمیکنه، اونا ترجیح میدن که دختر خانمایشون به یک فعالیت دیگه بپردازن. حالا بگونه ای که ورزش را که شما پیش بردین تونستین، خب در نتیجه ما این جایزه را بدست برین، حالا برنامه های بعدی تیم شما چی است؟ با توجه به این که حالا گفت که این ورزش را که پیش میبرین برای شما خیلی ارزشمندم بوده و ارزشمندتر هم شده. برنامه هایی که داریم و توسط امتیازی که به دست آوردم، قرار است که امروی تیمم ای ورزش، این ورزش ماراتون به افغانستان، به سطح افغانستان گسترش بدیم، بانوان زیادی را با این ورزش آشنا بسازیم و یک بخشی از پلان های کاری خودم اختصاص دادیم به خانم هایی که در زندان ها به سر میبرند و نه هیچ آشنایی با ورزش ندارند و منتظر یک تغییر هستند برای او خانم ها کار بکنیم. با این همه به عنوان بحث اخیر، پیامتان به همه به عنوان چی است؟ به ویژه کسانی که مصروف ورزش هستند. پیام من این است که درست است که مشکلات زیادی در افغانستان خصوصا در ورزش وجود داره، ولی هیچ وقت ناامید نشن. حتما یک روزی فرا میرسه که استعدادهایی که دارن شناخته میشه و اونا میتونن در سطح جهان خودم معرفی بکنن. تشکری میکنم به زینب حسینی ورزشکار، از روتان در بس موفق باشید. تشکر از روتان.